داستان‌های فارسی سور و لوکی. افسانه‌های اسکاندیناوی با پیدایش جهان هستی آغاز میشه. قبل از اون هیچ چیزی وجود نداشت. نه زمین، نه ستاره‌ها، نه آسمان‌ها. فقط غبار و آتش بود. و در میان اونها سرزمین یخی غول‌پیکر بود. وقتی سرزمین یخی به سرزمین آتش رسید، شروع کرد به ذوب شدن و در میان یخ‌های در حال ذوب، زندگی و جهان و افسانه‌ها شکل گرفتند. افسانه‌هایی در مورد خدایان، الهه‌ها و دنیای ازگارد که خدایان ایسیر در اون زندگی می‌کردند. اما هیچ کدوم از این خدایان به پای اودین نمی‌رسند. بلندقامت‌ترین و کهنسال‌ترین خدا و پسرش سو خدای رعد بود، قوی و غول پیکر. اون قدرتمندترین خدا بود و برخلاف بیشتر خداهای دیگه خوش برخورد و مهربونم بود. کاملا برعکس لوکی، خدای شرارت، پدر هیولاها، بانی غم و اندو و خدای درد سرساز. سیف زیبا، سور عاشق مواته مگه نه؟ نمیدونم اگه بفهمه چی کار میکنه. نه. همسرم چی شده؟ نه، من بیدار شدم اما نمیدونم چطور. تقاصشو پس میده. کی؟ ولی سور دیگه از اتاق بیرون رفته بود. لوکی، ها؟ چرا اون کارو کردی؟ در مورد چی حرف میزنی؟ موهای همسرم، موهای طلایی و زیبای همسرم. من نکردم. کافیه. موهاشو برگردون. این که غیر ممکنه، ولی میگم بهتر نیست کلا بذاره سرش؟ این کارو نمی کنه. خوب گوش کن ببین چی میگم پسر لافی. اگه موهای سیف تا غروب فردا بر نگرده، بهت قول میدم خودم تک تک استخوناتو میشکنم. و با اون اختار سور با عصبانیت از اونجا رفت و لوکی به وحشت افتاد. گمونم این دفعه خیلی زیاده روی کردم. دیگه کارم تمامه. اون حتما سب کن ببینم. فهمیدم. یهو فکری به ذهن همیشه خرابکار لوکی رسید. کوتوله ها؟ آره، الان فقط اونا میتونن کمکم کنن. و خدای درد سرساز به طرف سرزمین کوتوله ها رفت. اونها بهترین استادکارهای دنیا بودن. اول به کوره زیرزمینی سه کوتوله‌ای که به پسرهای ایوالدی معروف بودن. سلام پسران ایوالدی، شنیدم شما استادکارای ماهری هستید، ولی تازگی ها شایعه شده که بروک و اتری بزرگترین استادکارا هستن. دروغه، هرچی اونا بسازن ما بهترینشو میسازیم. پس اینطوریه؟ خب پس گمونم الان وقتشه که ثابت کنیم. سه گنج، سه تا گنج حیرت آور بسازیم. خدایان ایسر تصمیم میگیرن که کار کدوم بهتره. راستی یکی از این گنجا باید مو باشه، موی طلایی زیبا و همیشه در حال رشد. سه سوته. چی گفتی؟ مثل آب خوردنه. یعنی خیلی راحته، ما میتونیم انجامش بدیم. خب خوبه، موفق باشین. حالا اگه با خودتون فکر کردین لوکی بیخیال شد، پس هنوز خیلی مونده که این خدای درد سرسازو بشناسین، چون اون به ازگارد بر نگشت، بلکه به میان کوها به دیدن کوتوله‌ای به نام بروک رفت که با برادرش اتری توی کارگاهشون کار میکرد. لوکی، تو اینجا چی کار میکنی؟ پسرای ایوالدی دارن سه تا گنج برای خدایان آزگارد میسازن و
و میخوان با تو و برادرت اتری رقابت کنن. ولی بروک و اتری احمق نبودن. اونا سریع فهمیدن که لوکی نقشه ای تو سرشه. لوکی، دیگه همه تو رو میشناسن. من مطمئنم این کار خودته و پشتش حتما یه موضوع شخصیه. اتهامه، همش اتهامه. من براتون خبر آوردم و شما منو متهم میکنین. باشه، من میرم. سب کن، باشه، ما هم شرکت میکنیم. ولی یه شرط داره، باشه لوکی؟ شرط این بود که بروک پیشنهاد کرد اگه اونا رقابت و برنده بشن، سر لوکی رو ازش بگیرن. سری که در عمل ماشینه فکر کردنشه تا بتونن باهاش یه دستگاه فوق‌العاده بسازن. لوکی لبخند زد، ولی لبخندش از ته قلبش نبود. قبوله، فردا تو آزگارد میبینم تو. لوکی رفت، ولی واقعا نرفت، چون خیلی نگران شده بود. و چرا نباشه، چون سرش ناگهان در معرض خطر قرار گرفته بود. اون به شکل یک حشره برگشت، درست زمانی که بروک و اتری برگشتن سر کارشون. تو با دمنده کار کن بروک، میخوام داغ باشه، خیلی خیلی داغ. مکس نکن، مهم نیست چی میشه، اگه این کارو نکنی گنجمون خراب میشه. باشه، فهمیده. اتری روی قالب طلا کار کرد و بروک تلمبه میزد. همون موقع لوکی که پشه شده بود دست بروک رو نیش زد، ولی بروک دست از کار نکشید. لوکی دوباره نیشش زد، ولی بروک به دمیدن ادامه داد. لوکی که دیگه صبرش به لبش رسیده بود رفت و گردن بروک رو نیش زد. دمنده از دست بروک افتاد پایین. نه. حالا دیگه سرم در امانه. لوکی خوشحال و راضی به ازگار برگشت. حالا تنها کاری که باید میکرد این بود که تا فردا صبر کنه. روز بعد سه تا از خدایان، اودین، سور و خدای برداشت تابستون فری، روی تختهای پادشاهیشون نشسته بودن و قرار بود گنجهای ساخته شده رو داوری کنن. لوکی به بروک که سرش رو پایین انداخته بود نگاه کرد و لبخند زد. اول پسرهای ایوالدی جلو رفتن. اونا اول نیزهی به نام گنگینه رو به اودین دادن که میتونست به هر چیزی نفوذ کنه و هیچ وقتم خطا نکنه. اودین خوشحال شد. هرچی باشه اون یه چشم داشت و نشونگیری خوبی هم نداشت. بعد موهای طلایی بلندی که از طلای خالص ساخته شده بوده رو به سور دادن. سیف برای گرفتن اون موها به وجد اومده بود. حلقه های آبشاری موها اونقدر بهش می اومدن که حالا از قبل هم بهتر به نظر می رسید. سور راضی شد. لوکی خوشحال شد. و بالاخره این برای شماست. فری با تعجب پارچه یک کوچیک تا شده نگاه کرد. روسری ابریشمی؟ بله، ولی وقتی بازش کنین تبدیل میشه به یک کشتی به نام اسکیت بلندنیر. هر جا بره باد همیشه موافقشه. در ضمن بزرگترین کشتی توی تمام دنیاست. تازه میتونین اونو تا کنین و بذارینش توی جیبتون. فری تحت تاثیر قرار گرفت. آه، فوق‌العاده است. لوکی نفس راحتی کشید. میدونست که بروک نمیتونه هدیه‌ای بهتر از هدیه‌های پسرهای ایوالدی رو کنه. بعد نوبت بروک شد. اون یه حلقه بازوی طلایی به اودین داد که میتونست هر نه شب یک بار 8 حلقه بازوی طلایی دیگه به همون زیبایی تولید کنه. بعد به فری نگاه کرد و از گراز بزرگی با موهای ساخته شده از طلا پرده برداشت. این گراز رو برادرم براتون ساخته که کالسکتون رو بکشه. از سریع ترین اسبم تو آسمون سریع تر حرکت میکنه و موهای طلاییش میتونه راهتون رو حتی تو تاریک ترین شبا هم روشن کنه. به نظر فری تحت تاثیر قرار گرفته بود، ولی لوکی میدونست که کشتی تار شده حتما برنده میشه. تا اینکه بروک چکشی رو از زیر پارچه بیرون آورد و به سر داد. دستش کمی کوتاهه. بله، اشتباه من بود. داشتم با دمنده کار میکردم که یه پشه نیشم زد. ولی قبل از اینکه ردش کنین بذارید بگم چی این پتک منحصر به فرد میکنه. بگو ببینم.
اسم این چکش میولنیره، سائق ساز و همینطور نشکنه. هر چقدر محکم با اون به چیزی ضربه بزنین هیچ وقت خراب نمیشه. این مورد توجه سورو جلب کرد، چون اون در طول سالها سلاح‌های زیادی رو با ضربه زدن شکسته بود. با این پتک هرچی رو نشونه بگیرین خطا نمیره و اینم از منحصر به فرد بودنشه. هر چقدر محکم یا دور پرتابش کنین همیشه دوباره برمیگرده به دستتون. سور قدرتمند حسابی تحت تاثیر قرار گرفت، بنابراین بلند شد و دستاشو به هم زد. صدای رعد توی سرزمین ازگارد پیچید. کم مونده بود لوکی بزنه زیر گریه. به نظر من این از همه هدیه‌ها بهتره و میتونه ازگارد رو در برابر غول‌های یخی محافظت کنه. همینطوره پدر، نه فقط غول‌های یخی بلکه حتی بدترین دشمنامون. موافقم، این بهترین هدیه است. ولی خب لوکی، حالا همونطور که قول دادی من سرتو میخوام. اتری خیلی خوشحال میشه. لوکی لحظه ای فکر کرد و بعدش گفت: فقط در صورتی میتونین سرما داشته باشین که اول بتونین منو بگیرید. برگرد حق باز. چه خبره؟ بروک همه چیز رو برای اودین تعریف کرد و بعد به طرف سور رفت. آه خدای رد، میشه اونو بگیرین؟ واقعا نمیتونم، اون مثل عضوی از خانواده‌مونه، میدونی؟ ولی خیلی دلم میخواد از این پتک استفاده کنم. زمان زیادی طول نکشید که سور تونست لوکی رو که حسابی از کوره در رفته بود و برگردونه. تو یه قولی دادی و باید سر قولت بمونی. بله درسته، معذرت میخوام. از خواهی پذیرفته شد. بروک تو باید. ولی چی؟ طبق معامله‌ای که کردیم بروک میتونه سر منو بگیره، ولی نمیتونه به گردنم دست بزنه، چون توافق کردیم سر منو بگیره، فقط سر من. درست میگی، تو حق نداری به گردنش دست بزنی. ولی این غیر ممکنه که. لوکی خوشحال و بروک عصبانی شد. خب در این صورت من پیشنهاد میکنم. بروک پیشنهادش رو تو گوشه اودین گفت. خوشم اومد، اینم منصفانه است، همین کارو بکن. چی کار بکنه؟ من دهنتو دوختم، حالا ذهنت میتونه به هر چی دلش میخواد فکر کنه، ولی دیگه تا چند روز نمیتونی حرف بزنی و من اینطوری سرتو گرفتم. بروک اینو گفت و با خوشحالی از اونجا رفت و لوکی با درموندگی ناله میکرد، چون برای اون درد حرف نزدن از هر دردی تو دنیا بیشتر بود. لوکی، من فقط میخواستم موهای سیف برگرده، ولی تو کمک کردی که این سلاح فوق‌العاده رو به دست بیارم. متشکرم. خب دیدین که همه ی خدایان بهترین گنجاشونو به خاطر اشتباه لوکی گرفتن. حتی چکش سور هم اشتباه اون بود، باورتون میشه؟ ولی اتفاقیه که افتاده و لوکی این گونه بود. شارو رو حیله کرد و کمی بیش از حد با اعتماد به نفس، و اعتماد به نفس بیش از حد همیشه ما رو تو دریای واقعیت غرق می‌کنه.